صدای زوزه بادهای پاییزی. صدای زوزه بادهای پاییزی به روی گرد دلم می کشد غبار، و هجوم ستاره های جهان و هجوم ستاره های آسمان و هجوم ستاره های آسمان. من در کشاکش پاییز میزنم فریاد. پس ای برگ های خزانی ببارید همچون اشک بر گونه های ترم، همچون اشک بر گونه های ترم. ای باد ها بوزید و ای برگ های خزانی، آی پاره های دلم، ببارید بر سر و روی من، بر سر و رویم، بر سر و رویم، ببارید بر سر و رویم. ببار ای خزان، ببار ای خزان، ببار ای خزان. من در کشاکش این درد هستم. ببار ای خزان، ببار ای خزان. آی چقدر تشنم شد. هیچی بابا، هیچی، هیچی. عرض کنم خدمتتون که این خونه کاملا ضد زلزله ساخته شده، چهار خوابه است، دوبلکسه، حیاتش هم تا بخوای بزرگ و درندش. دیگه چی میخوای؟ فقط یه خونه گرونه. این حرفا چی آقای عزیز؟ گرونه چی چیه؟ شما این خونه رو ندیدی ببینی هیچ وقت این حرف رو نمیزنی. عرض کردم 14-15 تا مشتری پای این خونه خوابیده، شما نخری یکی دیگه میخره. خلاصه از این 14-15 نفری که پای این خونه خوابیدن، این خونه رو میخرن. نخری از دستت رفته. حالا شما بیا خونه رو ببین، اون وقت میفهمی من چی میگم. بیا خونه رو ببین عزیز من، خونه نیستش که، قصر، قصر. بفرمایید قربان، تمنا میکنم. اینم حیات بزرگی که عرض کردم خدمتتون. بفرمایید داخل، بفرمایید داخل. ببخشید اینا کیان؟ عرض کردم خدمتتون که 14-15 نفر پای این خونه خوابیدن. همین آقا رو میبینی که بالا سرش یه هندونه است. ایشون 15 روزه که پای این خونه خوابیده قربان. نخری از دستت رفته. گوش کن، به نفعته که بخری. شما گوش کن، به نفعت از دست رفته قربان. مشتریش زیاده. عرض کردم 4 خوابه است، دوبلکس، 2 تا خط تلفن داره. دیگه عرض کنم خدمتتون که تازه نقاشی شده. اون شیشه رو که می‌بینید شکسته، قراره که همین هفته بیان عوض بکنن. اون آقا رو می‌بینی؟ اون از هفته پیش که اینجا خوابیده. اون تیرم جا نداشتیم دیگه، گفتیم حالا خب یه کاری می‌کنیم براش. ایشون هم اومدن خوابیدن. حالا شما هم اگه خوشتون اومد، من یه پتو میدم با متکا خدمتتون.
برای چی زدین شما؟ لبخند بزنید. شما در مقابل دوربین مخفی هستید. خودت لبخند بزن. چی میزنی؟ شما در مقابل دوربین مخفی هستید. مرد حسابی، تو خودت سوژه ای. بیا یا کن، این دوربین مخفیه. لبخند بزن. در مقابل دوربین مخفی هستید. واسه ما دوربین مخفی داره. یه سوالی ازت بکنم ناراحت نمیشی؟ نه بپرس. البته ببخشیدا، داداش دیوونه است. نه خیره، منظوره نداشت. خیلی هم عاقله. فقط تنها مشکلی که داره بچه نوزادو خیلی دوست داره. اینم بچه منه تازه. خب دست نزن، ظریفه یه مقداری. حالا خودتو ناراحت نکن. میترسم خدایی نکرده بلایی سرش بیاد. ایشالله همه چیز درست میشه. فقط یکم هیجان زده شده بود. مگه نه هیچیش نیست. خوب میشه. بدش میزد. تو ناراحتی؟ دست ازم بهش. سلام. چی شد؟ حال دادشم چطوره؟ زودتر بد نیست، بهتره. دکتر یه سری براش دارو و قرص آرامش بخش نوشته. بعد تأکید کرده که یه جای آروم استراحت کنه. آره خوبه. این بچه که اینجاست ببرش بابا. بچه چند روزه رو کجا ببرم؟ الان داداشت میاد دوباره چشمش به این بچه میفته، حالش بد میشه. تو رو خدا ببرش بیرون، خودشو میزنه میکشه. این کجا بذارمش آخه؟ بده به نهین خانم. بده به نهین خانم. نه خب بدینش به من. بدون خب بدون مواظبش باشید، چند روز از ظریفه. خدا ماشاءالله. من خانم سریعتر، خیلی ممنون. الان داداشش میاد. ببرمش فقط دیگه. من میترسم به خدا این دست بره. مواظبش باشین. داداشم کی میاد؟ میاد. شاب بیا شاب بیا شاب شیبو سلام موشی. سلام آقا رضا. سلام شاب شیبودم. چیزی نیست. شاب بیا بیا. آره خوبه. شاب شیپولی. بشی آقا رضا حالش چطوره؟ خوبه. گفت چیزیش نیست. شاب دادشان داده چیزی نیست. شاب حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ شیپول داداش بسنی؟ بچه کجاست؟ موشی چه بردم بیرون؟ دادم نایمه موازم باشیم برای نایمه. خب خوبه؟ موشی خاص شاب آبایی جان باشه، در باز نمی کنید. حال شما خوب هستی؟ سلام 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 سلام. احوال شما؟ قدم نورسیده مبارلی ممنونم. خب تلفنش رو بره می دهیم. دلم برای این بچه یه ذره شده که بیام ببینمش. شاب آرشه آرشه منه آرشه چه خواهد شاب 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 شهاب 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 شوب
آمبولانس اومده. آمبولانس اومده. رو بسر. ببخشید. سلام. سلام خانم رئیس، من همون کارمندی هستم که تقاضای یک ماه مرخصی کرده بودم. شما عادت ندارین در رو پشت سرتون ببندید؟ بلش کن، بذارش همونجا. ببخشید خانم، من میخواستم به شما بگم که همونجا وایسا، همونجا وایسا. چی کار داری؟ خواستم توضیح بدم که یک ماه مرخصی رو برای چی میخوام. روی همون صندلی بشین. کارمند کدوم قسمتی؟ قسمت نرم افزار. یه مرخصی 100 ساله برات می نویسم. نه، من توضیح می دم. من برای شما توضیح می دم خانم. لازم به توضیح نیست. بینندگان عزیز سلام، در خدمتتون هستیم با برنامه آشپزی این مرض نوین. شما خوب میدونید که آشپزی هم یک جور مرضه، مثل سرماخوردگی، تا اون سرطان، وبا، سل و غیره. امروز میخواییم بهتون یاد بدیم که چطور سوپ فلفل درست کنید. اول ظرف ها رو میشوریم. همکار عزیز، ظرف ها رو میشوریم. لازم به تذکره که در آشپزخانه اولین امر اساسی شستن ظرف هاست. ظرف ها رو همیشه باید بشورید تا غذاهاتون خوشبو. بس دیگه، ظرف ها رو شستیم، کافیه. خب حالا میریم از بقالی سر کوچه یک کیلو جو میخریم و میاریم که در این کاسه پر از جوه. اول جو رو حسابی میکوبیم. همکار عزیز، جو رو میکوبیم.
سعی کنید سنگ بزرگ و بسیار سنگین باشه. میکوبی. و ضربه نهایی. خب کوبیدی جوها، کوبیده شد. جوی کوبیده رو سر چراغ میذاریم و روی اون یک مقدار آب میریزیم. همکار؟ آب. خب دقت داشته باشین، وقتی آب رو ریختیم زیر گاز روشن میکنیم و یک توک قاشق چایخوری فلفل میریزیم. یک توک قاشق چایخوری فلفل میریزیم و برای اینکه اون یک توک قاشق فلفل دهان شما را نسوزونه، یک کیسه جوش شیرین میریزیم. همکار عزیز، یک قاشق فلفل و یک کیسه جوش شیرین. خب سوختم، یه دستمال بده من اینجا وایساده. بچش. میچشیم، بچش. آره بچش. بینندگان محترم، این چشیدن بود؟ خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. پس میتونیم بچشیم. میچشیم. Ah!